بچه های خوبم، ما رسیدیم به درس آخر کتاب ادبیات فارسی، درس 17 هم. درس 17 هم عنوانش هست ستاره روشن. این مطلبی که میخواییم بخونیم توی این درس نوشته ابوالفضل بیهقی، نویسنده قرن پنجم هجری هست. این درس قشنگ رو با هم شروع میکنیم و میخونیم. ستاره روشن. چنان خواندم که چون بزرگ مهر حکیم برادران را وصیت کرد که در کتب خواندم که آخر الزمان پیغامبری خواهد آمد، نام او محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، اگر روزگار یابم نخست کسی من باشم که بدو گروم. شما هم فرزندان خود را چنین وصیت کنید تا بهشت یابید. بله، خب میریم سراغ نکته هاش بچه ها. چون به معنای وقتی، حکیم به معنای دانشمند، برادران را یعنی به برادران، وصیت یعنی سفارش، توصیه. بله، کتب جمع مکسر کتاب هست. روزگار یابم یعنی زنده بمانم. نخست کسی من باشم، من اولین کسی هستم. بله، بدو گروم یعنی به او ایمان می آورم. بچه گروم فعله، از مصدر گرویدن. بله، بریم ادامهش رو بخونیم. حکما و علما نزدیک وی می آمدند و می گفتند که ما را از علم خیش بهره دادی و هیچ چیز دریغ نداشتی تا دانا شدیم. ستاره روشن ما بودی که ما را راه راست نمودی. ما را یادگاری ده از علم خیش. گفت وصیت کنم شما را خدای عزوجل به یگانگی شناسید و وی را اطاعت دارید و بدانید که کردار زشت و نیکوی شما می‌بیند و آنچه در دل دارید می‌داند و زندگانی شما به فرمان اوست. بله، خب حکما بچه‌ها جمع مکسر حکیم هست. علما جمع مکسر عالم به معنای دانشمند. بله، ما را یعنی به ما، بهره دادی یعنی بهره مند کردی، سود رساندی، دریغ نداشتی بچه‌ها یعنی کوتاهی نکردی. ستاره روشن ما بودی، بچه تشبیهه، آره یه تشبیه داریم بچه ها. تو مانند ستاره روشن ما بودی، میشه آره یه تشبیه که مشبه و مشبهان به آمده. تو میشه مشبه، ستاره روشن میشه مشبهان به. خب نمودی یعنی نشان دادی، ما را به ما، ده یعنی بده بچه فعله امر هست، عز و جل یعنی گرامی و بزرگ است، به یگانگی شناسید یعنی یکتا و یگانه بدانید، وی را اطاعت دارید یعنی از او فرمان برداری کنید، زندگانی شما به فرمان اوست یعنی زندگی شما به امر و فرمان خدا در گردش است. بله، ادامه متن رو با هم میخونیم. نیکویی گویید و نیکوکاری کنید که خدای عز و جل که شما را آفرید برای نیکی آفرید و زینهار تا بدی نکنید و از بدان دور باشید که بد کننده را زندگانی کوتاه باشد و پارسا باشید و چشم و گوش و دست از حرام و مال مردمان دور دارید. راست گفتن پیشه گیرید که روی را روشن دارد و مردمان راستگویان را دوست دارند و راستگوی هلاک نشود و از دروغ گفتن دور باشید که دروغ زن ارچه گواهی راست دهد نپذیرند. بله، نکته هاشو با هم میبینیم بچه ها، لغت ها رو. زینهار یعنی آگاه باشید،
زینهار بچه ها شبه جمله هست، باید یه جمله شمارش بشه. از بدان دور باشید، یعنی با بدکاران دوستی نکنید، با بدان دوستی نکنید. پارسا به معنای پرهیزگار، پاک دامن. بله، راست گفتن پیشه گیرید، یعنی راستگو باشید. روی را روشن دارد، یعنی سبب روشنایی چهره می شود، یعنی به انسان نورانیت میده راستگویی. خب هلاک به معنای نابود. دروغ زن یعنی دروغگو. ارچه یعنی اگرچه. و گواهی یعنی شهادت. بچه این جمله آخر رو دقت کنید. از دروغ گفتن دور باشید، یعنی دروغ نگید، که دروغ زن ارچه گواهی راست دهد نپذیرند. یعنی انسان دروغگو هر چند یه زمانهایی هم بیاد راست بگه، باز حرفای راستش رو هم کسی باور نمی کنه. اگر شهادت راست بده کسی باور نمی کنه. داستان همون چوپان دروغگوه. خب بریم ادامش. و مردمان را عیب مکنید که هیچ کس بی عیب نیست. هر که از عیب خود نابینا شد نادانتر مردم باشد و خوی نیک بزرگتر عطاهای خدای است عزوجل. و از خوی بد دور باشید که بند گران است بر دل و بر پای. همیشه بدخو در رنج بزرگ باشد و مردمان از وی به رنج. و نیکوخوی در هر دو جهان ستوده است و هر که از شما به زاد بزرگتر باشد وی را بزرگتر دارید و حرمت او نگاه دارید. بله، مردمان را عیب مکنید، یعنی از مردم عیب جویی نکنید، به دنبال عیبهای مردم نباشید. هر کس از عیب خود نابینا شد، یعنی هر کس عیب خود را ندید، هر کس متوجه عیبهای خود نبود. بله اینجا نادانتر بچه ها معنی نادانترین داره. یعنی هر کس از عیب خود نابینا شد نادانتر مردم باشد، یعنی هر کس عیب خودش را نبینه نادانترین مردم است. بله خب، عطاهای عطا یعنی بخشش و نعمت. از خوی بد دور باشید که بند گران است. بچه آرایه تشبیه داریم، چی به چی تشبیه شده؟ بله، خوی بد به بند گران تشبیه شده. خب بله، بند حالا خودش یعنی چی؟ یعنی زنجیر، و گران یعنی سنگین. پس خوی بد و اخلاق بد مانند زنجیر سنگینی است بر دل انسان و بر پای انسان. خب بدخو یعنی بد اخلاق، نیکوخوی مخالفشه یعنی خوش اخلاق، پس ما آرای تضاد همینجا داریم. ستوده به معنای ستایش شده. زاد به معنای سن و سال هست بچه ها. بله بریم ایستگاه اعلام. بچه ها میخواییم تاریخ ادبیات یاد بگیریم. خب درباره ابوالفضل بیهقی گفتیم که نویسنده این متنی که خوندیم ابوالفضل بیهقی هست. حالا درباره‌اش یه نکته های رو یاد میگیریم. ابوالفضل محمد ابن حسین، دبیر دانشمند دربار سلطان محمود و مسعود غزنوی، اثر معروف او تاریخ بیهقی یا تاریخ مسعودی. پس بنابراین بچه ها این کتاب دو تا اسم داره، تاریخ بیهقی یا تاریخ مسعودی. موضوع کتاب تاریخ بیهقی تاریخ پادشاهی مسعود غزنوی هست.